سلام رفقا، وقتتون بخیر. ان‌شاءالله که حالتون خوب خوب باشه، هر جایی که هستین سالم و سلامت باشین. اوضاع احوال همه چی ردیف روال خوب عالی. احمد امین هستم، اینجا دنیای مستر پانکه. امروز اومدیم سراغ بازی بیگ رامبل باکسینگ کرید چمپیونز که اینجا مشاهده میکنید. این بازی الان که من این ویدیو رو دارم برای شما ضبط میکنم، نهایتاً بین 4 یا 5 روزه که منتشر شده و یه بازی کاملا جدیدیه. من قبلا امتحانش نکردم، خواهیم با هم دیگه ببینیم چطوریه. امیدوارم که بازی خوبی باشه. حال و هوای این بازی کاملا در مورد فیلم ها و کلا سری داستان های راکیه و حالا دنباله این فیلم ها که کریت هست و اجرای دنباله راکی محسوب شه کاملا، و کاملا در مورد راکی، داستان ها، شخصیت هایی که داخل فیلم های راکی هستن. و خیلی خوبه اونایی که مثل من از مدت ها پیش طرفدار فیلم های راکی هستن، خب قطعا از این بازی خوششون میاد مطمئنن. و اصلا مگه کسی هست که راکی رو دوست نداشته باشه؟ راکی هم یه شخصیت فوق‌العاده است، هم یه فیلم ورزشی خیلی قشنگه، هم یه فیلم اکشنه، هم یه فیلم انگیزشی فوق‌العاده است. یعنی شما واقعا مطمئنه هر کسی که این فیلم رو ببینه خوشش میاد، حتی اگه اهل ورزش و بوکس و این چیزا نباشه، باز هم فیلم راکی فیلم فوق‌العاده‌ایه. و فیلم کرید هم که ادامه اون میشه واقعا خیلی قشنگه، ادامه دهنده راه راکیه که حالا دیگه پیر شده و در صورت فوق‌العاده است. امیدوارم که بازیش هم خوب باشه. این بخشای بازیشو اینجا با هم دیگه می‌بینیم که بخش آرکید داره که بخش داستانیشه، می‌خوایم بریم سراغش. بخش ورسوزش همینجور کاراکترهایی که داخل بازی هستن می‌تونید انتخاب بکنی با هم دیگه مبارزه بکنیم. بخش تمرینش و چیزهای مختلفش ما می‌بینیم سراغ بخش آرکیدش تا ببینیم داستان بازیش چطوریه، خوبه، بده، قشنگه. کاراکترهای بازی هم اینجا مشاهده می‌کنیمشون، مثلا خود کرید اینجاست، راکی بالبوای بزرگ و کلی کاراکترهای دیگه. و البته اگه شما با هر کدوم از این کاراکترها داستان مربوط به اون رو تموم بکنید و تا آخر کاراشو انجام بدید، یه کاراکتر پایینش باز میشه که حالا یه چیزایی میشه حد زد. مثلا اگه داستان راکی بالبوا رو اینجا تموم بکنی، کاراکتر آپولو کرید برای شما باز میشه، یه از روی مدل ظاهریش مشخصه که آپولو. یا اگه مثلا داستان مربوط به ویکتور دراگو رو تموم بکنی، کاراکتر دراگو که مربوط به راکی 4 هست رو میتونید باز بکنید، یکی از کاراکترهای فوق‌العاده بازیه. و کلا به نظرم خیلی بازی خوبی باید باشه. این سبک باز شدن هر کاراکتر با تموم شدن داستانش منو یاد تیکن 3 میندازه واقعا. حالا بریم سراغ راکی بالبوا، شخصیت اصلی بازی رو برداریم. و خب نرس به ایتالیایی دیگه همه میشناسن، فوق‌العاده است، هم دوست داشتنی هم خیلی خوبه. برش داریم و بریم سراغ بازی. خیلی خب، اینجا تمریناتشه که راکی همونطور که داخل فیلمش هم آماده میشد برای قبل از مسابقاتش، اینجا باید بیاد این کار رو انجام بده، تمرین بکنه. دقیقا همونطوری داخل قصابی و این چیزا میومد با گوشت گاو و این چیزا تمرین میکرد، خیلی باحاله. دقیقا با اینا رو بزنی، حالت رکوردی داره این چیزاش بیشتر، ولی باید کاملا با سرعت اینا رو بزنیم. و من توی بازی دیگه ای حداقل توی این سبک مبارزاتی ندیده بودم که توی داستان بازی اینجوری باید بری تمرین بکنی، آماده بشی، خیلی چیز خفنیه به نظرم، رو تردمیل بزنی و خیلی باحاله، خیلی خیلی خوبه. به آهنگش فقط گوش کن، آهنگ دوست داشتنی بازی راکی که خیلی خوبه. یعنی اصلا آدم دوست داره این آهنگ رو فقط بذاره روی یه هدفونی هندزفری چیزی بذاره رو گوشش و برو بدو تمرین بکنه، دمبل بزنه، کلی چیز تردمیل. و کلن آهنگ واقعا دوست داشتنی، آهنگ ورزشی فوق‌العاده است. تمام آهنگ های فیلم راکی دوست داشتنی هست. خیلی خب، بریم سراغ مسابقه اولش ببینیم چیه. خیلی خب، بریم سراغ مرحله اول، مسابقه بین راکی بالبوا و آپولو کرید. دقیقا همونطوری که توی قسمت اول فیلم راکی میبینیم، راکی که حالا یه بوکسور خیلی تازه کار و ناشناخته، یه یهو میاد و حریف قهرمان جهان آپولوی بزرگ میشه و خب همه رو غافلگیر میکنه. نمیخوام چیزی از فیلم رو اسپویل بکنم براتون، ولی خب فوق‌العاده است. این بازی هم دقیقا از روی همون ساخته شده. ببینیم چطوریه سبک مبارزش. خیلی خوبه، واقعا خسته کننده نیست، یه سری بدل باحال داره و
و حریف رو هر چقدر بندازی رو زمین اگه 10 ثانیه رو زمین بمونه اسم کنم بازی باخته. اوه اوه یه فینیشری چیزی زد. خب این حالتش مثل بازی مورتال کامبت شما او بدل کرد، یه حرکت خیلی سنگین میتونی رو حریفت بزنی که اوه 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 این چرا قویه. خیلی این حالت بدلاش با حالش هم میتونی یه رو تغییر مسیر بدی، خیلی خوبه. خب سری جایی بزنیم، هر بار سخت‌تر میشه مشاهده میکنین دیگه. 4 5 6 اوه اوه دیگه نمیکشه برای دور بعدی، امیدوارم نبازم بشه. خب خب این حرکت مخصوصه رو بزنیم چی زدش. ای بند اینم از این عالی، تمام افتاد رو زمین آپولو. این بلند میشه یا نه؟ صدای کرکترها چیزی که من میدونم دقیقا همون صدایی که داخل فیلم داشتن. خیلی قویه این آپولو، نمیذاره بزنیش. آقا مرحله اول نباید آپولو رو میذاشت، دو تا تردمیل زده بعد اومده با آپولو مچ بده. وای نبازیم، 8 ثانیه مونده راند دوم تمام، وقت رو تلف کنم تموم شه این راند. وای زد سری، فقط بزنیم بلند شه این. وای بلند میشه؟ 8 9 بلند شد، رو 9 بلند شد. هی هی یه ذره جونش مونده بود، رفت برای راند بعدی. امیدوارم بتونم سریعتر بزنمش. اوف خب الان همه چی برابره، اگه بلند شه راند سوم ببینیم چی میشه. 6 7 8 بلند شد، بازی خفنیه خداییش. دیگه هر کی اینجا هر کار بکنه همونه دیگه، آخرشه دیگه خداییش. میبینی که هلسشون هم رنگش تغییر کرده، یعنی دیگه خدایی اینا بیفتن الان کی او میشن احتمالا. بذار ببینم این فینیشر رو میشه زد. ای بل عالی شد، عالی، خیلی قویه آپولو، واقعا قویه. تموم شد، اینم از این از مرحله اول. خیلی خوبه، یعنی دقیقا کاراییه که راکی توی فیلمش انجام میداد. بریم سراغ مرحله بعدی. آهنگ رو که میشنوین، آهنگ فوق‌العاده دوست داشتنی و قشنگ فیلم راکیه، خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه، واقعا دوست داشتنیه، من خودم عاشق این آهنگم. بریم سراغ مرحله بعدی. حریفش رو نمیشناسم، یادم نمیاد، شاید داخل فیلماش بوده، شاید خیلی وقت پیش بوده، شاید از فیلمای جدیدترشه، ولی اسمش رو بذاریم ببینیم چیه. ویک اسمش. خب اوه 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 اوه. این دفعه میبینین دیگه داخل رینگ نیست مسابقه، دارن یک گوشه ای از شهر، یه کوچه خیابون جایی بیرون یه باشگاه به نظر میرسه، دارن با هم دیگه مبارزه میکنن. نشون میده بازیش چقدر تنوع داره و همه مسابقاتش هم داخل رینگ نیست. خیلی خوبه، بیشتر خوشم اومد. بزنش لعنتی. این هستیم، بازی قشنگیه، واقعا قشنگیه، حداقل تا الان که اصلا خسته کننده نبوده، ربط داره به داستان راکی و اوه 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 اوه. اگه این بدل رو بتونین درست بزنین خیلی خوب میشه. خب ببینم بلند میشه یا نه. 3 4 قطعا بلند میشه، دوبار افتاده. خب این از این، ولی میبینین که چقدر حریف قبلی آپولو قوی تر بود. دوباره این حرکت سوپر ایشون اومد. اوه ایول عالی بخوره، خیلی عالیه. اینم از این، خیلی خوبه، خیلی خوبه، واقعا حال میده. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد، بازی خوبیه. اگه طرفدار فیلمای راکی هستین توصیه میکنم واقعا برین سراغش. چه حرکتی زد لعنتی. اینم از این، اصلا نتونست ما رو بندازه. خیلی خوب بود، خیلی خوبه راکی. بریم سراغ مراحل بعدی. خیلی خب دوباره اومدیم سراغ این تمریناش و چطوری این آهنگ فوق‌العاده راکی هم که داره پخش میشه. این آهنگ راکی 2 باید باشه فکر کنم،
اسم آهنگ هم اگه اشتباه نکنم چشم عقابه. ای وای خیلی باحاله، من واقعا تو هیچ گیمی ندیدم اینطوری کاراکترتو آماده بکنی برای مسابقه. خب اینم از این. اوه اوه اوه، حریف بعدیمون کلاور یا همون مستر تیه. اونایی که فیلم های راکی رو دیدن میدونن توی قسمت سوم راکی وقتی که حالا راکی قهرمان بزرگی شده تو جهان و همه رو شکست داده و این چیزها، یه نفری از راه میرسه که حالا یه جوون خیلی قلدر و کله خریه که میخواد بیاد راکی بزرگ رو چلنج بکنه قهرمان بر سر اون کمربند قهرمانیش، و راکی خب دیگه نمیخواد مسابقه بده. بعد در نتیجه این کلاور میخواد به هر شکلی که شده راکی رو چلنج بکنه. خلاصه اینا با هم دیگه مسابقه میدن. من اسپویل نمیکنم هیچ چیزی برای اونایی که ندیدن، ولی خیلی خوبه. و اینکه این کلاور خودش یکی از پرو رسلرهایی که قدیم پشتی میگرفته، کلا واقعا یه ورزشکار حرفه‌ایه که حالا تو این فیلم هم بوده، واقعا هم قوی بود داخل اون قسمت از راکی، یکی از کاراکترهای فوق‌العاده راکیه. حالا بریم سراغ مسابقه کلاور یا همون مستر تی با راکی، و کاملا مطمئنم که این همون صداهاییه که راکی داخل فیلم داشت. البته مطمئنن خود سیلوستر استالونه نیومده برای این بازی صحبت کنه، چون سیلوستر استالونه الان خیلی سنش بالاست و مطمئنن نیومده این کار رو بکنه، ولی حدس میزنم شاید همون صداهایی که داخل فیلم استفاده شده رو برای این کاراکترها گذاشتن. ببینیم این مسابقه چی میشه. این کلاور رو که مشاهده میکنید خیلی قول داره، واقعا قویه، توی فیلم هم یکی از کاراکترهای فوق‌العاده است. حالا بزنیم شکستش بدیم بخوره. آخ بدل کرد، چه هیکلی داره این کلاور، موهای سرش هم که اصلا نگاش میکنه آدم میترزه، اینقدر گونده و قلدره، خیلی قولتشنه واقعا. شروع این وعی داره میدی داشته من. هر راندی که تموم میشه به هر دو نفر یه ذره هلس اضافه میکنه. آخ بزنیمش سریتر، قویه واقعا قویه، بزنیم بزنیم، امیدوارم بهش بخوره. دفعه قبل نشد، بازم نشد، و چه ضربه ای برگام، این الان منو میندازه. بازم من سریعتر بزنمش. آخ آخ آخ، یکی عالی، ولی بلندشه منو زده و منم دوباره میافتم. خب 3-4 مطمئنم بلند میشه، قویه خیلی قویه. نتونست بزنه، یه گوشه گیرش بندازیم. اوه 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 اوه. خب یه ذره به ما هلس داد سر این که اون 10 ثانیه افتاد رو زمین. خب این احتمالا مثلا چون حریف رو زمین بوده یه ذره این جون گرفته، نفس گرفته. خیلی باحال شد، خیلی باحال شد، خوشم اومد از این قضیه. بریم سراغ راند سوم. نمیذاره بزنیش لعنتیو. خیلی خوبه این حرکتش، واقعا دوست داشتنیه. ببینم این دفعه میخوره این فینیشرش. بازم نذاشت. خب حداقل اینو بهش بزنیم، اینم سنگینه، اینم که نمیشه، باید نزدیکش باشی. خب دو تا مش بهش بزنیم تمومه. نمیذاره لعنتی. خب اینجا باید بزنیم، من چون بار اولیه که افتادم سری بلند میشم، ولی این الان میوازه مطمئنن. یه دو تا حرکت بهش بزنیم، همون این هم از این. خیلی خب، حریف راکی تو این مرحله این یارویی که اینجا میبینیم، خیلی کله خر به نظر میرسه. من توی فیلم های راکی ندیدمه، شایدم حالا یادم نمیاد، شاید توی فیلم های جدیدتر یا حالا قدیمیترش باشه نمیدونم، و به نظر میرسه حالا یا برای فیلم های جدیدترشه یا اینکه حالا یا یه کرکتر نسبتا ناشناسی بوده، شاید هم از کرکترهایی هست که بازی خودش ساخته، ساختگی باشه و توی فیلم ها نبوده. شما اگه میدونید توی کامنت ها برام بنویسید، من نمیشناسمش، اسمش رامیرز. ببینیم چطوریه، تا الان که خوب بوده، خیلی سریعه، خیلی سریعه لعنتی، امیدوارم ببریمش. این 15 ثانیه رو ببینم میتونم نخورم زیاد ازش، یا حداقل بذارم وقت بگذره. 10 ثانیه مونده الان،
بذار من این حرکت رو بزنم، امیدوارمش بخوره. عالی، خیلی خوب شد. این 5 ثانیه هم الان بگذره و بریم برای راند دوم. دمیج نزنه بهمون، عالی. بریم سراغ راند دوم بزنیمش. خیلی سریعه، باید واقعا جلوش بدل کنی همینطور. آخ زد، ببینم میشه بدل کرد. آره، عالی شد. خیلی سریعه، خیلی کاراکتر سریعه، خوشم اومد ازش. قویه واقعا، اونقدر احمق نیست که فکر میکردم. یه بار دیگه بزنه، عالی میشه. عالی، خیلی عالی شد. نزاش. خب 20 ثانیه مونده، میشه وقتو نگه داشت؟ نمیدونم، ریسکه. نه نشد. خب ما که الان سری بلند میشیم قطعا. به اونم یه ذره الان هلس اضافه میشه. بریم برای ادامه یه راند. خب خب خیلی قویه، خیلی قویه. قشنگ گیرت بندازه همون گوشه میزنه تا اینطور. رفتیم بر راند سوم. اینم از این رفقا بدل میشه کرد. او چه ضرباتی، ایول، خیلی خفن بود. بزن اینو، عالی شد. شاید ببازه الان، بار سومیه که میفته. شاید بازی همینجا تموم شه. 5 6 7 8 بلند شد، لعنتی. چه مسابقه خفنی شد. بزن تموم شد تا این 9 ثانیه تموم نشده. ای وای، خیلی قویه. این بهش بخوره تمومه. نزد، کجا زد؟ ولی اون زد. اوه 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 تموم شد، 1 ثانیه مونده بود. خیلی خوب. این جمله که اینجا راکی گفت، فکر کنم گفت یو اپریل آی دید، این دقیقا جمله ایه که توی فیلمش میگفت. و وقتی که تونست مسابقه رو که حالا مسابقهش فکر کنم با آپولو بود برنده بشه، آخرش اولین جمله ای که گفت پرید از خوشحالی، اسم همسرش رو صدا زد، اپریل رو، و هی گفت که من تونستم. و دقیقا مطمئنم همون جمله بود. حالا بریم سراغ مرحله بعدی. اوه 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 اوه، این یارو اسمش دراگو فکر میکنم توی نسخه 4 راکی بود و یه ورزشکار روسی بود اگه اشتباه نکنم، که حالا با دوپینگ و این چیزا اومده بود. خیلی قویه، خیلی خیلی قویه. داستانش هم واقعا قشنگه، قسمت 4 راکیه. بیشتر از این چیزی نمیگم که اسپویل نشه، ولی حالا بریم سراغش ببینیم چی میشه. خیلی خوب، اومدیم سراغ مسابقه با دراگو. خیلی خوبه، عالیه، عالیه واقعا. بریم سراغش. دقیقا اسمش دراگوه، خیلی هم قد بلند بود. و اوه 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 اوه، شاید به این ببازم با این وزن. تموم شد هلسم. اوه 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 اوه، نمیشه بزنیش. وای، انداخ منو. چقدر قوی بود این هلسش، پر شده الان. من هنوز، وای خیلی قویه آقا این. بکنم توی سری فیلم های راکی هم این دراگو واقعا یه جورایی خفن‌ترین حریفی بود که راکی داشت، حداقل تا قسمت 4 که یادم میاد، چون قسمت 5 که راکی بیشتر شاگردداری میکرد، آموزش میداد. زدمش آقا، 5 ثانیه مونده بود. تو قسمت 6 راکی هم اگه اشتباه نکنم، راکی با یه شخصی که حالا خیلی از خودش جوان‌تر بود و حالا خیلی شاخبازی میخواست در بیاره، مسابقه میده. ولی این قسمت 4 که با این دراگو مسابقه میده واقعا فوق‌العاده است. دراگو حالا با همه نامردی هایی که صورت گرفته بی نظیره. اوه، بدل کردم. دوباره زد. اوه، خیلی ضربات محکمی داره. خب اینو باید هی از دستش فرار کنی، فقط نمیشه رو در رو باش مسابقه داد.
هی باید بچرخیم. اوخ 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 بازم زد. ببینم میخوره بشین حرکته. بازم بدل کرد. بازم بدل کرد. خب 15 ثانیه. امیدوارم فقط نبازم بشنویم 15 ثانیه. نه 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 8. آخ لعنت. بزن سری. 3 4 5 6. خیلی بد شد. بریم سراغ راند سوم. خیلی مسابقه خفنی شده. عالی شد عالی شد. اینم بخوره. بذار ببینم من آخر میتونم اینو بزنمش این حرکتو. بله بالاخره تمومم شد. افتاد زمین. خب تموم یپا میشه. 5 6 7 8 9. بلند شد لعنتی. بزنیمش دیگه کی او میشه. ولی اینو مگه میشه زد؟ آخ 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 آخ. خیلی قویه خیلی قویه واقعا قویه. تمومه آقا تمومه. یکی دیگه. اینم از این کی او شد آقا. اینم از این. راکی بالبوا برنده شد. خیلی خوب اومدیم سراغ مرحله بعدی. مسابقه بین راکی بالبوا و کرید که بچه آپولوه و خب خود راکی بهش یاد میده و این چیزا. یه مسابقه دراماتیکه واقعا. فاصله سنشون خیلی بالاست. فکر میکنم این کرید باید آخرین حریف راکی باشه دیگه. مرحله آخر کاراکتر راکی باید به حساب بیاد. چقدر قویه. اوه اوه نزنه تمومه. نزن. اون زد چرا؟ آقا قبول نیست. بریم سراغ راند دوم. کرید مقابل آپولو. خب عالی شد. اینم از این. خیلی قویه واقعا. باید با دقت باش مبارزه کرد. اوف عالی. یه مشت محکم. نمیشه حتی بدل کنی حرکتشو. انداخت ما رو آقا انداخت. ای وای سری بزنیم این حرکتو. بلند شو. رو 5 بلند شو. خوبه. چه نبردی شده. 9 ثانیه. آخ 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 کاش بشه بدلش کرد. وای خیلی زد خیلی زد. بذاریم بره این زمان. اگه نمیشه بریم سراغ راند سوم. کرید قوی تر بوده. آخ این حرکتو خیلی بهم زد. خب چیزی نمونده چیزی نمونده. اینم از این. خیلی عالی. ولی حس میکنم بازم بلند میشه این یارو. 5 6 7 8 9. بله بلند شد. خب آقا نمیشه بزنیش. نمیشه بزنیش. بذار ببینم. واقعا خیلی غیر ممکنه. ولی یعنی میشه 14 ثانیه ازش ضربه نخورم. 10 ثانیه. 9 ثانیه. 8 7 6 3 2 1. وای روی 1. وای 3 4 5. فکر کنم تموم شه آقا. 7 8 9 10. 1 ثانیه مونده بود. خیلی خب آقا ما دوباره اومدیم سراغ این مرحله و اوه اوه این دفعه بهتر زدمش. امون نمیدم بشه این دفعه. نزن نزن. وای یه بار دیگه بندازمش عالی میشه. یه بار دیگه
اینم از این. خب عالی شد. تو راند دوم سه بار انداختمش، قطعا بلند میشه، ولی تو راند سوم میتونم ببرمش. 7 8 9. خب بلند شد، بریم سراغش دوباره. ای وای زد، میذارم این 5 ثانیه بگذره. نزن لعنتی. خب بریم سراغ راند سوم. اوه امون نمیده. بلند شو. رو 5 بلند میشه، خیلی هم خوبه. اینو میبرمش این دفعه. دفعه قبلی اتفاقی بود. ای وای نمیزنه. بدل کردیم، عالی. آقا نزن. اینه. امیدوارم بخوره بش. عالی، دیگه تمومه. نزاشت. تمومه. اینم از این KO. فکر کنم مراحلش تموم شد و احتمالاً آره، لباس اول راکی هم باز شد و آها کرکتر آپولو کرید هم باز شد. دقیقاً همونطوری که بهتون گفتم، وقتی مراحل یک کرکتر رو تموم بکنید شخصیت جدید باز میشه. به همین شکل میتونیم بریم بقیه کرکتر رو هم برداریم، مراحلش رو انجام بدیم، مسابقات رو برنده بشیم. واقعا بازی قشنگی بود، بازیه که آدم خسته نمیشه ازش. این آهنگ فوق‌العاده راکی رو هم که دارین گوش میدین خیلی خوبه، واقعا خیلی خوبه. توصیه میکنم اگه مثل من طرفدار این سبک بازی ها هستید، از فیلم های راکی خوشتون میاد، بازی مبارزه ای دوست دارید و اینجور چیزا، این بازی رو با این تجربه بکنید. تازه منتشر شده، خیلی خوب بود، واقعا قشنگ بود. بقیه کاراکترهای بازی رو هم مثل خود دراگو و بقیه رو میتونید همینطوری برید داستان ها رو تموم بکنید، بازشون بکنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نظراتتون رو حتما برای من بنویسید. مثل همیشه خواهش دارم لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. دم همتون گرم، خیلی متشکرم ازتون. بقیه ویدیوهای من رو هم میتونید توی کانال یوتیوب دنیای مستر پانک تماشا کنید. باز هم ممنونم ازتون، دم همه اونایی که این ویدیو رو دیدن گرم. نظراتتون رو برام بنویسید حتما. خیلی متشکرم، تا ویدیوهای بعدی.